از هزاران سال پیش یه سوال خیلی عجیب و پیچیده ذهن ما رو آزار داده. چجوری میتونیم مطمئن بشیم که جهان هستی کاملا واقعیه؟ اولش این سوال خیلی بچگانه به نظر میاد. ولی وقتی روی کوچکترین اجزای سازنده جهان زوم میکنیم و میریم به دنیای کوانتوم، واقعیت با چالش‌های بزرگی روبرو میشه. امروز میخوایم با بررسی تفسیرهای مختلف فیزیک کوانتوم ببینیم آیا دنیای ما واقعیه یا اونطور که بعضی از فیلسوفها و دانشمندها باور دارن فقط یه تصویری توی ذهن خودمونه. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیاست. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. بحث‌های فلسفی در مورد واقعی یا غیر واقعی بودن جهان خیلی زیاده، ولی ما میخواییم بیشتر از جنبه علمی بهش نگاه کنیم از طریق فیزیک کوانتوم. پس اولین و مهمترین قدم درک آزمایش معروف دوشکافه، چون تمام درگیری ما با واقعیت از همین آزمایش ساده شروع شد. همین بود که ما رو برد به دنیای اسرارآمیز کوانتوم. قبلا زیاد در موردش توضیح دادم، برای همین خیلی کوتاه با هم مرورش میکنیم، بعدش میریم سراغ تفسیرهای مختلفش. داستان از اونجا شروع شد که دانشمندا سر ماهیت واقعی نور اختلاف نظر داشتن. بعضیا مثل نیوتن معتقد بودن نور از یه سری ذره های خیلی ریز تشکیل شده، یعنی ماهیت ذره‌ای داره، ولی دانشمندای دیگه از جمله کریستیان هویگنز باور داشتن که نور یه موج محسوب میشه. تا اینکه توماس یانگ با یه آزمایش خیلی ساده و در این حال هوشمندانه ثابت کرد نور ماهیت موجی داره. اگه امواج روی سطح آب به دیواری برسه که دوتا شکاف داره، هر کدوم از این شکاف‌ها شبیه یه چشمه موج جدید عمل می‌کنن، بعدش این دوتا موج با همدیگه دچار تداخل میشن. اون جاهایی که دوتا قله یا دوتا دره به هم میرسن همدیگه رو تقویت میکنن، ولی وقتی یه قله و یه دره به هم میرسن با همدیگه خونسا میشن. آزمایش یانگ دقیقاً از همین ایده استفاده می‌کنه. با تابوندن پرتوهای نور به دیواره‌ای که دوتا شکاف داره، یه طرح تداخلی روی صفحه ایجاد میشه. پس به راحتی نتیجه می‌گیریم که نور رفتار موجی داره. چون اگه ذره‌ای بود، هر کدوم از این ذرات فقط می‌تونستن از یکی از دو شکاف عبور کنن. یه همچین طرحی ظاهر می‌شد. اما مشکل بزرگی که وجود داره اینه که همین آزمایش رو وقتی با ذراتی مثل الکترون انجام میدیم، بازم همین طرح تداخلی ایجاد میشه. خب الکترون که دیگه یه ذره است، باید یا از شکاف سمت راست عبور کنه یا سمت چپ. پس چرا شبیه موجها طرح تداخلی ایجاد میکنه؟ اولش فکر میکردیم الکترون‌ها موقع عبور از این شکاف‌ها روی همدیگه اثر میذارن و نتیجهش میشه این چیزی که میبینیم. پس اگه دونه دونه پرتابشون کنیم، هیچ برخوردی با همدیگه ندارن و طرح تداخلی هم نباید به وجود بیاد. اما در کمال تعجب، پرتاب الکترون‌های تکی هم نتیجه رو عوض نکرد. فیزیکدان‌ها که حسابی سردرگم شده بودن، تصمیم گرفتن کنار این شکاف‌ها یه آشکارساز الکترون قرار بدن، ببینن هر کدوم از این ذرات از کدوم شکاف رد میشه. با انجام این کار اتفاقی افتاد که درک ما از جهان هستی رو برای همیشه تغییر داد. به محض استفاده از آشکارساز، طرح تداخلی ناپدید میشد. یعنی رفتار موجی الکترون تبدیل میشد به رفتار ذره‌ای. آشکارساز هم مشخص میکرد که هر الکترون دقیقاً از کدوم شکاف عبور کرده. بارها و بارها این آزمایش به روش‌های مختلف توسط افراد مستقل تکرار شد، ولی هر بار نتیجه همین بود. یعنی به محض اینکه سعی می‌کردیم الکترون‌ها رو مشاهده یا اندازه‌گیری کنیم، رفتارشون از موجی تبدیل می‌شد به ذره‌ای. حتی به جای الکترون با اتم‌ها و مولکول‌ها هم امتحان کردن و بازم طرح تداخلی به دست اومد. البته هر چقدر که از ذرات بزرگتری استفاده کنیم، اجرای این آزمایش سخت‌تر میشه. چون با بزرگتر شدن ذره، کم کم از دنیای کوانتوم خارج میشیم و میریم به سمت دنیای ماکروسکوپیک یا بزرگ مقیاس که رفتارش با عالم کوانتوم خیلی فرق داره. تعداد زیادی از فیزیکدانای نابغه به تکاپو افتادن ببینن چه اتفاقی توی این آزمایش میفته.
چطور ممکنه ذراتی مثل الکترون شعور داشته باشن و وقتی میبینن ما با آشکارساز مراقبشونیم رفتار خودشون رو عوض کنن؟ برای جواب دادن به این سوال ایده های مختلفی مطرح شد که به هر کدومشون میگن یه تفسیر از فیزیک کوانتوم. ایده‌ای که نسبت به بقیه بیشتر پذیرفته شده معروف به تفسیر کوپنهاگی. این تفسیر دهه 1920 توسط نیلز بور و ورنر هایزنبرگ تو دانشگاه شهر کوپنهاگ دانمارک ابداع شد. حرف اصلیش اینه که هر ذره در واقع مجموعه از احتمالات مختلفه که با معادله‌ای به نام تابع موج نشونش میدیم. این یعنی هیچ ذره‌ای رو نمیتونیم بگیم دقیقاً کجا قرار گرفته. فقط میتونیم بگیم مثلا به احتمال 40% اینجاست، به احتمال 20% اینجا، به احتمال 1% هم تو این نقطه. محل دقیقش رو نمیدونیم. به این حالت میگن برهمنهی کوانتومی یا سوپرپوزیشن. همچین تفسیری میتونه طرح تداخلی تشکیل شده از الکترون‌های تکی رو توضیح بده. به این صورت که هر الکترون به جای اینکه توی نقطه مشخصی باشه و فقط از یکی از شکاف‌ها بتونه عبور کنه، مجموعه‌ای از احتمالات مختلفه که همین احتمالات با همدیگه دچار تداخل میشن. اینکه یه ذره میتونه به طور همزمان تو چندین نقطه مختلف باشه که هر کدومشون یه احتمال مشخصی دارن، یکی از پایه‌های اصلی فیزیک کوانتومه. در مورد نور هم دقیقاً همینه. شاید این سوال براتون پیش اومده که اگه آزمایش دو شکاف نشون میده نور خاصیت موجی داره، پس تکلیف ذره‌های سازنده نور یعنی فوتون‌ها چی میشه؟ اینجا هم میتونیم بگیم هر فوتون در واقع مجموعه ای از احتمالات مختلفه که باعث ایجاد طرح تداخلی میشن. اما تفسیر کوپنهاگی در مورد تغییر رفتار الکترون در حضور آشکارساز چه توضیحی داره؟ جوابش اینه که هر نوع مشاهده یا اندازه‌گیری ذره کوانتومی باعث میشه تابع موجش دچار فروریزش بشه و از بین تمام احتمالات فقط یه دونش باقی بمونه. به خاطر همین وقتی آشکارساز الکترون‌ها رو زیر نظر می‌گیره تا ببینه از کدوم شکاف عبور می‌کنن، تابع موج هر ذره فرو می‌ریزه. اون ذره از حالت برهمنهی یا سوپرپوزیشن خارج میشه و فقط توی یه نقطه مشخص باقی می‌مونه با احتمال 100%. در نتیجه فقط از یکی از شکاف‌ها عبور می‌کنه، پس طرح تداخلی ناپدید میشه. حالا اینجا یه سوال خیلی مهم و عجیب پیش میاد. آشکارساز دقیقاً چی کار میکنه که باعث میشه تابع موجه یه ذره مثل الکترون فرو بریزه؟ با اینکه منم مثل شما خیلی دوست دارم جواب این سوالو بدونم، ولی متاسفانه باید بگم هنوز هیچکس به طور دقیق نمیدونه. یعنی این موضوع روی لبه دانش ما قرار گرفته. ایده های زیادی مطرح شدن ولی هر کدومشون یه مشکلاتی دارن. مثلا یکیش اینه که اگه آشکارساز بخواد موقعیت یه ذره رو تشخیص بده، باید یه فوتون به اون ذره بتابه و بعدش وارد آشکارساز بشه. همین فوتونه که باعث میشه تابع موج ذره فرو بریزه. اما این خیلی ایده خامیه. آزمایش‌ها نشون داده زمانی که آشکارساز همونجا سر جاش باشه ولی فقط خاموشش کنیم، دوباره طرح تداخلی ظاهر میشه. خب تو این حالت هم اون فوتون ها به ذره برخورد میکنن و وارد آشکارساز میشن، فقط چون خاموشه نمیتونه تشخیصشون بده. یعنی بازم انگار ذره میدونه که آشکارساز خاموشه یا روشن، رفتار خودش رو طبق این تنظیم میکنه. تفسیر کوپنهاگی جوابی برای این موضوع نداره، فقط اعلام میکنه که اندازه‌گیری یه ذره باعث میشه از مجموعه از احتمالات تبدیل بشه به یه ذره مشخص. اما این خودش کلی سوال دیگه پیش میاره. تو این آزمایش اندازه‌گیری یا در واقع فروریزش تابع موج دقیقاً کجا اتفاق میفته؟ داخل خود ابزار آشکارساز، داخل چشم انسانی که نتیجه رو میبینه، یا شاید هم توی مغز همون انسان وقتی که داره نتیجه آزمایش رو تفسیر میکنه؟ اگه تابع موج ذره وقتی فرو می‌ریزه که اطلاعاتش وارد مغز یه موجود هوشمند میشه، پس احتمالاً باید بگیم بدون آگاهی هیچ واقعیتی وجود نداره. ذرات دنیای ما فقط مجموعه‌ای از احتمالات مختلفن تا زمانی که یه مشاهده‌گر آگاه بهشون نگاه کنه. اون وقته که تبدیل میشن به یه ذره متمایز. تفسیر دوم فیزیک کوانتوم که میخوام در موردش صحبت کنم دقیقا همینو میگه. تفسیر فون نویمن ویگنر.
حرفش اینه که فروریزش تابع موج زمانی اتفاق میفته که یه آگاهی مثل آگاهی انسان نتایج اندازه‌گیری رو درک بکنه. پس اینجا خود آشکارساز کاری نیست. اون فیزیکدانی که جواب آشکارساز رو بررسی میکنه باعث میشه یه ذره متمایز از بین تمام احتمالات ممکن به وجود بیاد. اولش ایده جالبی به نظر میاد، ولی هرچی بیشتر بهش فکر میکنیم ترسناکتر میشه. آیا بدون موجودات هوشمندی که اتم‌ها رو تو ذهنشون درک میکنن، دنیای ما فقط یه مجموعه درهمی از احتمالات مختلفه؟ یعنی ممکنه هر بخشی از این دنیا فقط در صورتی واقعیت داشته باشه که حداقل یه انسان بتونه ببیندش؟ اینشتین زیاد از این موضوع خوشش نمی اومد. می گفت ماه همیشه وجود داره، چه من بهش نگاه بکنم چه نکنم. اما دانشمندای زیادی بودن که آگاهی رو شرط اصلی وجود جهان هستی می دونستن. حتی فیزیکدانایی مثل راجر پنروز و استوارت همروف که نظریه اورک اور در مورد خودآگاهی کوانتومی رو ابدا کردن، معتقدند فروریزش تابع موج داخل میکروتیوبیول‌های نورون‌های مغز اتفاق می‌افته. اگه اینطور باشه، پس آیا بقیه موجودات مغزدار هم میتونن تا حدودی احتمالات رو تبدیل کنن به واقعیت؟ تفسیر فون نویمن ویگنر هم مشکلات و سوالای زیادی پیش میاره. دهه 1960 فیزیکدانی به نام یوجین ویگنر یه آزمایش فکری طراحی کرد که معروف به تناقض دوست ویگنر. فرض کرد که خودش بیرون یه آزمایشگاه ایستاده، دوستش هم داخل آزمایشگاه میخواد اسپین یه ذره کوانتومی مثل فوتون یا الکترون رو اندازه‌گیری کنه. یعنی بفهمه که این ذره در جهت عقربه‌های ساعت دور خودش میچرخه یا در خلاف جهتش. اینجا هم تا زمانی که عمل مشاهده یا اندازه‌گیری انجام نشده باشه، ذره تو حالت سوپرپوزیشنه. یعنی به طور همزمان توی دو جهت مخالف به دور خودش میچرخه. وقتی دوست ویگنر اندازه‌گیری رو انجام میده، تابع موج ذره فرو میریزه و اسپینش مشخص میشه. اما در مورد نتیجه آزمایش به ویگنر چیزی نمیگه. اینجا به یه تناقض یا پارادوکس برمیخوریم. برای دوستش این یه ذره کاملا واقعی با ویژگی‌های مشخصه، اما از دیدگاه ویگنر فقط مجموعه از احتمالات که تبدیل به واقعیت نشدن. برای اینکه هر دوشون تفسیر یکسانی از واقعیت داشته باشن، باید دوستش نتیجه آزمایش رو بهش اطلاع بده تا تابع موج اون ذره برای خود ویگنر هم فروریخته محسوب بشه. این پارادوکس سوالایی پیش میاره مثل اینکه فروریزش این تابع دقیقاً کی و کجا اتفاق میفته؟ ذات واقعیت چیه؟ نقش مشاهده‌گر کدومه؟ تا حالا جوابای مختلفی بهش دادن، ولی هنوزم تو بحثای علمی و فلسفی به این موضوع اشاره میشه. با این حال تفسیر فون نویمن ویگنر بین فیزیکدان‌ها محبوبیت چندانی نداره. یه تفسیر دیگه هم هست که بعد از کوپنهاگی تو رتبه دوم قرار گرفته و دائما داره به طرفداراش اضافه میشه. جهان‌های موازی یا جهان‌های چندگانه. تقریباً 3 سال پیش داخل ویدیوی کوانتوم و جهان‌های موازی کاملاً در موردش توضیح دادم. داخل این تفسیر هیجان انگیز که سال 1957 توسط هیو اورت مطرح شد، دیگه خبری از فروریزی تابع موج نیست. در عوض اتفاقی که میفته اینه که هر عمل مشاهده یا اندازه‌گیری باعث ایجاد زیرشاخه‌هایی از جهان هستی میشه. مثلا وقتی که اسپین یه ذره رو اندازه‌گیری می‌کنیم، مشخص میشه که در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخه، ولی همزمان یه زیرشاخه از جهان ما منشعب میشه که داخل این جهان نو جهت چرخش این ذره برعکسه. یا مثلا در مورد مکان ذره، تا قبل از اینکه اندازه‌گیری کنیم تو حالت سوپرپوزیشنه، ولی بعد از اندازه‌گیری از بین تمام اون احتمالای ممکن یکیشون تو جهان خودمون تبدیل به واقعیت میشه، بقیه‌شون هم داخل جهان‌های جدیدی که منشعب میشن. بنابراین هر بار که ما به چیزی نگاه میکنیم یا اندازه‌گیری میکنیم یا تصمیمی میگیریم، شاخه‌های جدیدی از واقعیت رو میسازیم. هر چیزی که تو دنیای ما میتونست اتفاق بیفته ولی نشده، یه جایی داخل یه دنیای دیگه اتفاق افتاده.
این تفسیر هم مخالف‌ها و موافق‌های خودشو داره، چون هم از نظر فیزیکی هم از نظر فلسفی دردسرهای زیادی ایجاد می‌کنه که جوابی براشون نداریم. غیر از این سه تا کلی تفسیر دیگه هم برای فیزیک کوانتوم وجود داره، مثل تفسیر تاریخ‌های سازگار، کیوبیس، تراکنشی و خیلی موارد دیگه که فرصت نمیشه همشون رو بررسی کنیم. نکته مهمی که باید در نظر بگیریم اینه که من اینجا هر کدومشون رو به صورت خلاصه توضیح دادم، ولی در واقع هر تفسیری روابط ریاضی و معادلات فیزیکی مخصوص خودشو داره، وگرنه اصلا وارد جامعه علمی نمیشد که کسی بخواد در مورد درست یا غلط بودنش بحث کنه. مسئله اینجاست که هر کدوم از این تفسیرها تا یه حدی تونستن یه بخشایی از اتفاقات عجیبی که تو دنیای کوانتوم میفته رو توضیح بدن، ولی هیچ کدومشون نتونسته تمام فیزیکدانا رو راضی کنه. برای فهمیدن حقیقت این جهان راهی نداریم جز درک کوچکترین بلوک‌های سازندش، یعنی اتم‌ها و ذرات زیر اتمی. ولی مسئله اینه که وقتی در این حد زوم می‌کنیم وارد قلمروی بی‌رحمانه کوانتوم می‌شیم، جایی که هر چقدر تلاش می‌کنیم ازش سر در بیاریم اجازه این کار رو به ما نمیده. چیزایی جلوی چشمون می‌ذاره که ما رو می‌بره تا مرز جنون. حتی سعی می‌کنه بهمون بگه این دنیایی که داری زور می‌زنی درکش کنی اصلاً واقعی نیست، همش تو ذهن خودته. به هر حال این تناقض‌هایی که تو دل فیزیک کوانتوم وجود داره یه روزی باید حل بشن. فقط کاش ما هم اون روز باشیم.